درود بر شما. 29 مرداد ماه 1400 خورشیدی و 20 اوت 2021 میلادی، امشب صفحه آخر اختصاص دارد به رابطه جمهوری اسلامی ایران با طالبان. پرده آخرم آخر برنامه. در آستانه سالگشت 11 سپتامبر 2001 حمله تروریستی به آمریکا، طالبان دوباره بر افغانستان مسلط شد. 11 سپتامبر 2001 روزی بود که القاعده به برج دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک و به ساختمان پنتاگون در واشنگتن دی سی حمله کرد. حدود میخوام بگم 4000 نفر، ولی بیش از اینها کشته شدند و ده ها هزار نفر زخمی، و باعث شد که آمریکا به افغانستان که با القاعده همکاری میکرد، افغانستانی که اون موقع طالبان حاکم بودند، حمله کنه و حکومت طالبان رو ساقط کنه. حالا سیمای جمهوری اسلامی در ایران میگوید طالبان بعد از 20 سال مبارزه علیه آمریکا قدرت در افغانستان رو به دست گرفته. اینجا یکی از نقاط شهر کابل است. امروز نخستین روز حضور دوباره طالبان در شهر کابل هست. پس از اینکه 20 سال با آمریکایی‌ها جنگیدن و کشورهای عضو ناتو، امروز وارد شهر کابل شدند. طالبان در شهر کابل در نقاط مختلف پست‌های ایست و بازرسی دایر کردند و مردم هم در واقع در اینجا می‌بینید که دارن نگاه می‌کنن کارهایی که طالبان دارن انجام میدن. طالبان در خودروها و همچنین در موتورسیکلت‌ها در شهر تردد میکنن. صبح شهر خیلی خلوت بود، ولی الان دوباره داره برمیگرده به حالت قبل، مثل روزهای قبل انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، و اون هم در واقع خودروی پلیس افغانستان بوده. خب طالبان الان پرچم خودشون رو روش نصب کردن و به دقت ماشین ها رو بازرسی میکنن، مخصوصا با سارقان برخورد جدی دارن و همچنین به مردم هم میگن که امنیت اونها را حفظ خواهند کرد، جان مال اونها را حفظ خواهند کرد. و من چیزی که میبینم اینه که یه برخورد خوبی هستش که طالبان با مردم دارن. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل. بله، این یکی از گزارش‌های سیمای آقایون که از طالبان طرفداری میکنه. چرا سیمای جمهوری اسلامی طرفدار طالبان است؟ بذارین اول یه گزارش هایی بدم، بعد وارد این موضوع خواهیم شد. ببینید، این تعریفی که سیمای جمهوری اسلامی از طالبان کرد، حالا بعضی خیابونهای کابل رو ببینین. همین سه شنبه گذشته، دو روز بعد از تسلط طالبان بر کابل، بله، با سلاح جنگی، RPG و بازوکا اینا، آدم ها رو گذاشتن سینه دیوار. بعد چهار شنبه، یک روز بعد از این تصویری که دارین میبینین، طالبان گفتن که پرچم ملی افغانستان عوض خواهد شد. مردم تو چند شهر افغانستان با پرچم افغانستان راه پیمایی کردند. طالبان هم گرفتنشون به رگبار، عده‌ای کشته و مجروح شدن. یک کلمه از این خبر که جهانی شد، سیمای جمهوری اسلامی حرفی نزد. هنوز طالبان هنوز دولت مستقر نیست، حکومت مستقر نیست. در ایرانم اینو اضافه کنم البته که تظاهرات در افغانستان همچنان که میدانید، به ویژه در کابل، همین پنج شنبه حتی به طور گسترده برگزار شد علیه حکومت طالبان، و طالبان هم با خشونت تمام مقابله دارن میکنن. از جمله باز پنج شنبه دیروز عرض میکنم که شاید ویدیوهاش دیده باشین، من کمتر سعی میکنم خبر بگم در این برنامه با توجه به اینکه بینندگان این برنامه حتما به هر حال علاقمند به دانستن خبرهای پیرامونشون هستن و قبلا دیدن. باری در فرودگاه کابل میدانید که مردم رو به رگبار بستن طالبان روز پنجشنبه و کلی کشته شدن، زن و مرد. در ایران دوشنبه و سه شنبه و
پنج شنبه در تهران، قم، اصفهان، مشهد افغانستانی‌های مقیم ایران علیه طالبان و با شعار مرگ بر حامیان طالبان تظاهرات کردند و از جمله شعارشون این بود که ما امارت اسلامی افغانستان نمی‌خوایم. ببینید وقتی که به این عکس‌ها که از تظاهرات افغانستانی‌های مقیم ایران تو این چند روز گذشته که برگزار شد نگاه می‌کنیم، می‌بینیم همه‌شون جوونن، زن و مرد، همه جوون، یعنی نسلایی که آزادی انسانی و مدنی میخوان و طالبان آمدن دوباره ازشون پس بگیرن. مهمترین دستاوردی که بعد از دوره طالبان مردم افغانستان داشتند در 20 سال گذشته آزادی بیان برای کل مردم افغانستان، آزادی رسانه ها و آزادی تحصیل و کار و پوشش به ویژه برای زنان بود. نخستین کنفرانس خبری سخنگوی طالبان در کابل دو روز بعد از تسلط بر پایتخت افغانستان برگزار شد. فرمودن همه آزادند لکن در چارچوب اسلام. و درباره حقوق زنان و حقوق زن و دستوراتی که ما دادیم امارت اسلامی که حقوق زن در دایره اسلام و در دایره شرع و مشروعیت محترم شمرده خواهد شد و همچنین زنان در چارچوب حقوق اسلامی و شرع حق فعالیت خواهند داشت. همونجا درباره رسانه ها گفت به همه رسانه ها اطمینان می دهیم که آزادند، اما باید بر اساس اصول فعالیت کنند، باید بی‌طرف باشند، اما اجازه ندارند علیه ارزش‌های ما نشر داشته باشند. نیویورک تایمز بعد از اشغال کابل به دست طالبان همین یک شنبه گذشته نوشت کسانی که در یک انفجار مدرسه دخترانه 90 نفر را کشتند یا 22 کماندو افغان را قتل عام کردند باز هم این روش را ادامه می‌دهند. یک مقام طالبان گفته کاری با مردم عادی ندارند، اما اشغالگران و هر آن کس به اشغالگران کمک کند را نابود می کنند. طبق این تعریف جان هزاران افغان و حتی بیشتر در خطر است. زنان جزء اموال شخصی محسوب می شوند. حدود 18 میلیون زن از جمعیت 40 میلیونی افغانستان زنند که اکنون طبق قوانین صدر اسلام 14 قرن پیش زندگی می کنند. خوشحالی مسئولان و دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی را از این وضعیت می شود درک کرد. اگر طالبان کاری با جمهوری اسلامی نداشته باشه، جمهوری اسلامی خوشحالم هست از این وضعیت، هم به دلیل کوبیده شدن میخ شریعت اسلام اونطوری که اینا میخوان در افغانستان و هم آمریکا ستیزی طالبان، غرب ستیزی طالبان، تمدن ستیزی طالبان به طور کلی. ابراهیم رئیسی درست مثل اون گزارشگر سیما که دیدین از پیروزی طالبان بر ببینین اینا وقتی از پیروزی طالبان بر آمریکا و غرب میگن یعنی اینکه ما پیروز شدیم، استراتژی ما پیروز شده. و رئیسی هم از پیروزی طالبان بر آمریکا و غرب فرمودند در پیوند با تحولات افغانستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت شکست نظامی و خروج آمریکا از افغانستان باید به فرصتی برای احیای زندگی، امنیت و صلح پایدار در این کشور تبدیل بشود. قبل از اینکه طالبان وارد کابل بشن 21 مرداد، هرات هممرز ایران به تصرف طالبان درآمد. اصلا هنوز امارت اسلامی که اسم حکومت طالبان به اصطلاح وجود نداشت، هنوزم نداره، البته تشکیل نشده هنوز، خب اینا فعلا قبضه کردن، هنوز امارت اسلامی افغانستان وجود نداشت. پیشا پیش رسول موسوی دستیار وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مدیر کل آسیای غربی این وزارتخانه توییت زد اداره هرات در اختیار نیروهای امارت اسلامی در آمده است. یعنی چی؟ یعنی پیشا پیش حکومتتون رسمیت داره.
حسام رضوی مسئول بخش افغانستان خبرگزاری تسنیم و که از خبرگزاری های سپاه پاسداران میارن تو شبکه افقشون که اماریون مشتبه خامنه ای ادارش میکنن، بگه طالبان هیچ وقت حمله نکرده، همیشه از خودش دفاع کرده، بگه اینا علیه اشغالگران آمریکایی مبارزه کردن پس خوبن، بگه وحشی بودن و تهجر طالبان اینا دروغ محصول تبلیغات رسانه‌ای غربه و اگر مقاومتی بشود علیه طالبان این خواست آمریکایی هاست که میخواد افغانستان رو تجزیه کنه. ببینید درست مثل اصلاح طلبای جمهوری اسلامی که میگن مبارزه برای براندازی حکومت سوریه‌ای شدن ایران را به دنبال دارد و ایران تجزیه میشود از این حرفا. پس باید طالبان در آرامش قدرت مستقر بشن. هیچ صحبتی از این نمیشه، نه تو رسانه‌های سپاه، نه تو رسانه‌های دفتر رهبرشون کیهان، که طالبان به حقوق انسان در قرن 21 چجوری نگاه میکنه. هیچ صحبت از تجربه حکومت طالبان، حکومت 5 ساله طالبان نمیشه، از کشتار مردم مزار شریف و بامیان فقط به دلیل شیعه بودن و هزاره بودن نمیشه، حتی از قتل روزنامه‌نگارا و دیپلمات‌های خود جمهوری اسلامی در سال 77 به دست طالبان صحبت نمی‌کنن. اینا روز خبرنگار درست کردن، جمهوری اسلامی روز خبرنگار درست کرد در سال روز کشته شدن یکی از خبرنگاراشون به دست طالبان. حالا اصلا یادشون رفته. چرا؟ این روز خبرنگاری که دارن مال کشته شدن صارمی در مزار شریف، خبرنگارشون در اونجا بود، 4 تا دیپلماتشون هم بودن اینا. خب چرا یادشون رفته؟ چرا؟ چون همچنان رهبران القاعده در ایرانن و در پناه جمهوری اسلامی، چون طالبان هم مسلک و حامی القاعده است و اصلا عملیات 11 سپتامبر 2001 به دست القاعده و حمایت حکومت طالبان از القاعده باعث حمله نظامی آمریکا به افغانستان شد و سرنگونی حکومت طالبان. حالا در باز بر همون پاشنه میخواد بچرخه. استقرار حکومت طالبان، تقویت القاعده تضعیف شده در افغانستان، باجگیری جمهوری اسلامی از غرب با سوء استفاده از اوضاع افغانستان. رسانه میاد برای تقابل با طالبان فقط شیعه رو مطرح میکنه و تلاش میکنه. در میدان هم این اتفاق میفته، یعنی ما به این آگاهی میرسیم که برخی از بزرگان شیعه رو آوردن و تسلیح میکنن و میگن برید بسیج مردمی کنید بجنگید با طالبان. نتیجه این اتفاق چیه؟ من دارم از اینجا رد میشم، با شما هم کاری ندارم. شما اگه دست به سلاح بردی به طرف من تیراندازی کنید، من حتما طرف شما تیراندازی میکنم. یکی از ما یکی رو از بین میبره دیگه. این نتیجه اینه که تعداد زیادی از دو طرف کشته میشن که یک طرف شیعیانه. ولی بعدن این برداشت نباید اتفاق بیفته که شیعه کشی داره میشه. ناگهان همین الان من دارم به عنوان یک هشدار در واقع میگم که جنگی بین شیعه و سنی، جنگی بین شیعه و طالبان وجود نداره در افغانستان، نه الان نه در گذشته. یعنی هر چی بوده در میدان نبرد اتفاق افتاده. اینکه برام مردم از خونهشون بکشن بیرون، اینکه قبور رو خراب کنن، اینکه مرقدا رو خراب کنن، اینکه این اتفاقات بیفته، مجلس رو بدن، این اتفاقات نبوده. خود رهبرتون در 23 شهریور 77 وقتی کشتار مزار شریف به دست طالبان انجام شد بیانیه داد. جنایات، بیانیه رهبر جمهوری اسلامی است در سال 77، جنایاتی که اندکی پیش از این در شهر مزار شریف به دست قشون ظالم و سنگدل طالبان اتفاق افتاده، یعنی کشتار وسیع مردم غیر نظامی و به شهادت رسانیدن جوانان پاک و مؤمن ایرانی که در مشاغل سیاسی و خبری به انجام وظیفه مشغول بودند، در نوع خود فاجعه‌ای بی‌نظیر بود که باید دولت‌ها و ملت‌های مسلمان را به حرکتی جدی در برابر این قوم متعصب، وحشی و بیگانه از تعالیم نورانی اسلام و بی‌خبر از قوانین عمومی جهان برمی‌انگیخت. این قتل عام حقیقی مردمی است که با وجود فقر و محرومیت و محاصره طولانی توانستن شجاعانه از شرف و حیثیت خود دفاع کنند. اینا رو خامنه‌ای بیانیه داد 23 شهریور 77. خب چرا؟ میدونیم که تجربه مسلمانای چین و روسیه، سرکوبشون و کشتارشون، چین و روسیه متحدان جمهوری اسلامی هستند، ولی سرکوب، محدودیت، تبعیض علیه مسلمانای اون کشورها نشون داده که خامنه ای از کشتار هزاره ها در افغانستان هم حرفی نمیزد، همینطور که درباره اونها هیچ وقت حرف نزده. اگر تروریست حرف نزده چه، اصلا جمهوری اسلامی کاری نداره با آنچه مثلا به مسلمانان در چین میگذره.
در این باره هم حرفی نمیزد. اگر تروریستای جمهوری اسلامی که به نام دیپلمات در کنسولگریش در مزار شریف بودن به دست طالبان کشته نمیشدند. کشتار طالبان در مزار شریف در سال 1377 وقتی که شما به روایتاش گوش میدید، به داستانایی که اتفاق افتاده، به افرادی که نجات یافتن وقتی گوش میدین، شما رو یاد روایت‌های میندازه که از کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 در ایران شنیده ایم. یک گزارشی ببینیم از همکار گلم آقای مهدی مهرآیین، در صدای آمریکایشون کار میکنن. ایشون از اعدام طالبان در مزار شریف در سال 77 جان به در برده. ببینیم این گزارش رو. برگرد. 23 سال قبل در 17 مرداد 1377 خورشیدی، طالبان در نبردی چندین روزه با چند حزب رقیب مشهور به ائتلاف شمال سرانجام موفق به تسخیر شهر مزار شریف شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش 10 شماره 7 نوامبر 1998 خود می نویسد در چند ساعت اول تصرف شهر نیروهای طالبان شمار زیادی از غیر نظامیان را کشتند. غیر نظامیان و افرادی که گمان برده می شد از ائتلاف شمالند در مناطق مسکونی، بازارها و خیابانهای شهر بیرحمانه به قتل رسیدند. شاهدان آن را کشتاری جنون‌آمیز توصیف کردند. طالبان به هر چیزی که حرکت می کرد شلیک می کردند. من نمیفهم در کدام قانون، در کدام کتاب در دنیا نوشته است که تو میتونی یک طفل 13 ساله را بکشی و مردهش پشت موتر بسته بکنی و بسرکا کشش کنی. در روزهای بعد طالبان جستجوی سیستماتیک را برای دستگیری مردان اقوام هزاره، تاجیک و ازبک را در شهر به راه انداختند. هزارها گروه قومی شیعه مذهب و فارسی زبان به دلیل هویت مذهبی خود نیز مورد هدف قرار گرفتند. در جریان بازرسی خانه به خانه تعداد زیادی مرد هزاره اعدام سرپایی شدند. واشنگتن پست در شماره 28 نوامبر 1998 شمار کشته شدگان را بین 2 تا 5 هزار نفر نوشت. در بخشی از این گزارش آمده است کامیون‌های سنگین اجساد را به بیابان‌های مجاور می‌بردند و آنها را مانند زباله در گودال‌ها می‌ریختند. دیدبان حقوق بشر در خبرنامه خود افزوده است که نگران گزارشات مداومی است که خبر از تجاوز به زنان و دختران و ربوده شدن آنها توسط طالبان به ویژه در برخی از محله‌های هزارنشین شهر می‌دهند. سخنرانی های مولوی عبدالمنان نیازی، والی جدید طالبان در بلخ، نشان می دهد که سطوح عالی و رد اول طالبان در کشتار هدفمندانه هزارها تصمیم گرفته بودند که این کشتار چندین روز ادامه یابد. طالبان به محض ورود به شهر به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران رفته 8 دیپلمات و 1 خبرنگار ایرانی را نیز تیرباران کردند. واشنگتن پست به نقل از شاهدان عینی می نویسد مولوی عبدالمنان نیازی، فرمانده طالبان، به هزاره هایی که از این حملات جان سالم به در برده بودند گفته بود که آنها 4 گزینه بیشتر ندارند: یا سنی شوند، یا به ایران بروند، یا جزیه یا مالیات مخصوص کافران بپردازند، و یا هم بمیرند. نشانه های جنوساید در کشتارها، البته در کشتارها وجود دارند، نشانه های جنوساید، به خاطر از این که کشتار هدفمند و سیستماتیک بوده، یک، و دوم این که کشتار هم به دلیل تعلق قومی و مذهبی قربانیان صورت گرفته، دو، و سوم این که این کشتار هم به قصد نابودی جزئی و یا کلی یک گروه نژادی و مذهبی بوده. با تمام رنج هایی که هدیه متحمل شده، او میگوید که طالبان را میبخشد. اما طالب خانواده ما را تک تک کردند. طالب تمام ستون فقرات خانواده ما را شکستاندند. طالب باکشتان برادر خورد من، طالب باکشتان برادر کلان من، باعث شد پدرم از حق تک کنند. باعث شد پدرم دیگر نتونه از درد از دست دادن اولاداش زندگی کنه. من حاضر هستم طالبا را ببخشم، اما به شرط که دیگه هیچ شرمند افغانه در هیچ جای بیگناه نکشم. من حاضر هستم طالبا ببخشم اگر بگذاره دختر افغان به هر گوشه افغانستان به مکتب بره. من حاضر هستم طالبا ببخشم اگر افغانستان دست از کشتار غیر نظامی بکشه. میگذارم از اینکه طالب به خانواده من چی انجام داده و چگونه برادرهای من را به قتل رساندن و چگونه باعث شدن ما پدرم از دست بدن.
میگذارم چی چانس های خوبی را من در زندگی یا چی لحظات خوش خواهر بیادری را به خاطر طالب از دست دانیم. میگذارم از این همه. اما ما نمیخوایم هیچ خواهر دیگه یا هیچ دختر افغان دیگه تجربه بیماره که ما تجربه کردیم یا از راههایی که ما در جریان جنگ گذاشتیم دوباره بگذره. حالا اما بعد از 23 سال طالبان در دروازه های شهر مزار شریف سنگر گرفتند و آهنگ تصرف دوباره شهر را کردند. معصومه حالا نگرانی دیگری دارد. دخترانش جوان شده اند. باز طالبا به این دفعه طالبا مگم نید. دخترها را در نکاح در میکنه برادر جنین. خود چی جوان بود. خودانچی نکاح میکنه. بچه ها را از خانه بور میکنه. شاونه شمایش را بسته میکنه برده مکشه. آن زن بچه همینی در خانه مومنه دیگه. این گزارش البته قبل از اشغال مزار شریف به دست طالبان در همین چند روز پیش اتفاق افتاد که وارد شهر شدن دیگه. کامل گزارشی رو که دیدید این بخشی از گزارش بود، کاملش رو میتونید روی وبسایت صدای آمریکا ببینید. ببینید درباره جنوساید، نسل کشی، اگر جهان رسما بپذیرد که طالبان در مزار شریف در سال 1177 نسل کشی کرده، باید از طالبان حساب کشی کنه و محاکمشون کنه، نه اینکه اینا رو بیاد به رسمیت بشناسه بعدن به عنوان امارت اسلامی دولت افغانستان. حالا امروز بعد از 23 سال از اون قتل عام چه شده است که طالبان دیگه اون قوم ظالم نیستن به روایت رهبر معظم جمهوری اسلامی؟ مگه میشه همچین چیزی؟ همونطور که جمهوری اسلامی همیشه همین جمهوری اسلامی بوده، چون بر پایه یک ایدئولوژی پایه گذاشته شده، شکل گرفته، طالبان هم همیشه همین طالبان بوده، چون بر پایه شریعت اسلام و ایدئولوژی خودشون شکل گرفته و رهبرهاشون همه در مکاتب سلفیون یا شاخه از وهابیت در عربستان و پاکستان آموزش دیدن و البته بخشی از آموزش‌های نظامیشون هم در ایران دیدن. حالا خواهم گفت. داستان این است که جمهوری اسلامی امروز در موقعیت دیگری است نسبت به 20 سال 23 سال پیش. راه‌های سازش با غرب رو خودش یکی یکی بسته و حالا فقط دنبال همجبهه هست با خودش علیه غرب و مشخصا آمریکا، و تا میتونه از این موقعیت برای باج‌خواهی استفاده خواهد کرد. تا میتونه. تصادفی نیست که همین فعالیت‌های هسته‌ایش که به سمت ساخت سلاح اتمی داره میره در این چند هفته گذشته سرعت گرفته که همه حیرت کردن. همین دوشنبه پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد جمهوری اسلامی 200 گرم فلز اورانیوم که برای ساخت سلاح اتمی به کار میره تولید کرده و سری دوم آبشار تولید اورانیوم غنی شده 60% رو فعال کرده و داره تولید میکنه. یعنی گامی نمونده تا تو این بلبشوی افغانستان و و میگم سوء استفاده از این موقعیت، که این تحلیل مستقل و مفصلی میخواد که با کشورهای دیگه چگونه کار میکنه جمهوری اسلامی در جهت سوء استفاده از این موقعیت. باری قدرت گرفتن مجدد طالبان از خیلی وقت پیش، از این دو سه هفته گذشته، از خیلی وقت پیش در جمهوری اسلامی دنبال میشد و جمهوری اسلامی بخشی از این برنامه بود. دقت بفرمایید، بخشی از این برنامه بود جمهوری اسلامی. تیر ماه 1397 اسماعیل قانی قائم مقام قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به اسم دیپلمات جمهوری اسلامی و کاردار سفارت میره بامیان و با عده‌ای که افشا نشده و با طاهر ظهیر که اسمش رو دیدین یعنی الان که والی بامیان بود ملاقات میکنه. همه مسئولان افغانستانی از جمله همین والی بامیان بعدن گفتن اصلا اینو که ما شخصا نمیشناختیم، به ما گفته بودن که این دیپلمات و کاردار سفارت. خب خبر این سفر یک سال و نیم بعد، نزدیک دو سال بعد فاش شد. در 11 بهمن 98
قادر کامل تحلیلگر مسائل ایران و افغانستان به ایران وایر میگوید که سفر اسماعیل قاآنی پیچیده و در این حال خلاف و عرف دیپلماتیک و موازین پذیرفته شده در عرصه خارجی بوده است. قاآنی که الان فرمانده نیروی قدس دیگه بعد از کشته شدن سلیمانی شد فرمانده، اسماعیل قاآنی به بامیان می رود و بعد از نزدیک 2 سال افشا می شود. این نشان می دهد که بیشتر اهداف اقتصادی و استخباراتی یعنی اطلاعاتی امنیتی در پشت سفر قاآنی نهفته بوده است. حوادث و رویدادهای مشابه مانند سفر اسماعیل قاآنی به ولایت‌های دیگر افغانستان نیز رخ دادند. افراد استخباراتی با لباس دیپلمات و کارمند سفارت ایران به برخی از استانها و شهرستانها سفر می کنند. هدف این سفرها سرمایه گذاری بر نیروهای نیابتی یعنی طالبان و جنگجویان لشکر فاطمیون است که می تواند خطرناک باشد. قاآنی قبل از اینکه بشه فرمانده نیروی قدس، معاون قاسم سلیمانی و فرمانده قرارگاه انصار بود که تو خراسان و حوزه فعالیتش افغانستانه، یعنی سالها خودش در جریان این مسائل بود. همون موقع که عرض کردم معاونش بود، معاون سلیمانی بود و نیروی قدس الان که فرمانده شده، همون موقع میرفت افغانستان به این صورت پنهانی و عقبازانه و میامد. وال استریت جورنال در تیر ماه 94 از قول عبدالله یکی از فرماندهان نظامی طالبان نوشت: ایران هر گونه حمایتی از ما می کند و هر چه بخواهیم در اختیارمان می گذارد. این فرمانده به وال استریت جورنال گفته بود که ماهانه 580 دلار از ایران مزد می گیرد. تو افغانستان 580 دلار ماهانه پول کمی نیست برای کمک به طالبان و همکاری با طالبان برای مقابله با آمریکاست. یکی از دلایلشه، لااقل میشه گفت دلیل اصلی است. هفتم مرداد 1394 دولت افغانستان اعلام کرد که ملا عمر رهبر فراری طالبان در بیمارستانی در کراچی درگذشته. طالبان هم خبر مرگ ملا عمر رو تایید کرد و اعلام کرد که رهبر طالبان ملا اختر منصور است. یعنی شورای رهبری طالبان ملا اختر منصور رو جانشین ملا عمر کرده و معاوناش یکی پسر ملا عمر ملا یعقوب و یکی سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی که پسر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی است که ریشه اصلا در پاکستان داره و جنایتهاش پرونده قطوری است که آمریکا برای اطلاعاتی که به دستگیری سراج الدین حقانی راهنمایی کنه در واقع 10 میلیون دلار جایزه گذاشته. این آدم یعنی ملا اختر منصور منظورمه، 2 ماه در ایران، اینا معاونای ملا اختر منصورن دیگه، ملا اختر منصور 2 ماه ایران بوده، داشته برمیگشته پاکستان و در 1 خرداد 1395 در حالی که سوار خودرو به پاکستان میرفته تو خاک بلوچستان پاکستان، آمریکایی‌ها از طریق پهپاد شناساییش میکنن و میزنن ماشینش رو، میزنن خودش هم میکشن و همراهاشون. بعد از ملا اختر منصور رهبر طالبان می شود یا به قول خودشون امیرالمومنینشون میشه هیبت الله آخونزاده که ایشون هنوز در قید حیات تشریف دارن. هیبت الله آخونزاده در دوره حکومت طالبان در افغانستان و بعد از اون قاضی القضات طالبان بوده و خب خیلی از احکام قتل و غارت و جنایت طالبان رو او صادر کرده، خمینی طالبانه. خلاصه با آخونزاده هم مثل قبلی‌ها شبکه حقانی بیعت کرد و پسر ملا عمر هم همچنان در عضویت شورای رهبری طالبان هست و معاون اوست. احبنی امیر المومنین حضرت علامه هیبت الله آخونزاده سام سر بیعت دو زمول در چولو بیعت دی ناشنه بود افغانستان اسلامی مرد این رنگ عمامه های سفید سیاه رنگ های دیگه و اینا در بین طالبان اصلا ملاک نیست، چون اونا سید فقط مال شیعه ها سید و که عمامه مشکی میذارن و غیر سیداشون عامشون به اصطلاح که عمامه سفید میذارن، این مال فقط شیعه هاست، مال اهل تسنن نیست.
برای همین اون عکسی که دیدین عمامه سفید بود و بعدن به اون صورت نمیدونم عمامه های دیگه متفاوت، گفتم یه وقت قاطی پاتی نشه. باری سال 1398 هیئتی از طالبان آمد ایران به دعوت رسمی جمهوری اسلامی. بعد رسانه های جمهوری اسلامی نوشتن دیماه سال گذشته، یعنی همون سال 98، هم بعد از سفر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به افغانستان، هیئتی از طالبان با سفر به تهران با مقامات کشورمان رایزنی کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت خارجه در آن مقطع اعلام کرد که این مذاکرات با اطلاع دولت افغانستان انجام شده و اهداف آن هم مشخص است. اما صدیق صدیقی سخنگوی اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، رئیس جمهور فراری افغانستان، در پیامی توییتری ضمن معرفی طالبان به عنوان تهدید کننده صلح و امنیت جهانی از میزبانی این گروه در تهران انتقاد کرد. یعنی حتی سر دعوت یا دعوت نکردن و اینها اطلاع داشتن دولت افغانستان اون موقع یا نه، حتی در این هم اختلاف بوده است. باری شمخانی دبیر گمارده خامنه‌ای در شورای امنیت، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است، بعد از دیدار دوم با طالبان در دوم بهمن 99 در تهران نوشت در ملاقات امروز با هیئت سیاسی طالبان رهبران این گروه را در مبارزه با آمریکا مصمم دیدم. کسی که 13 سال در گوانتانامو زیر شکنجه های آنان بوده مبارزه با آمریکا را کنار نگذاشته است. یکی دو نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم بعد بریم خدمت مهمان محترم برنامه. فرصت داریم که من درباره افغانستان هم، نقشه افغانستان و اینها هم اشاره های عرض کنم خدمتتون. 11 تیر 97 تایمز نوشت سپاه پاسداران ایران به بهترین های طالبان آموزش نظامی میدهد. یکی از مشاوران سیاسی طالبان در شورای آن گروه در کویته پاکستان میگوید ارائه آموزش توسط ایرانی ها با دو درخواست همراه بوده است. اینکه ما باید بر انجام حملات علیه منافع آمریکا و ناتو در افغانستان تمرکز کنیم و همچنین نیروی بیشتری را برای حمله علیه داعش به کار بگیریم. جمهوری اسلامی این جوری که یکی از مشاوران سیاسی طالبان به تایمز گفته است، جمهوری اسلامی گفته دو شرط داریم برای اینکه شما نیروهاتون رو بیارین آموزش ببینین داخل ایران، سپاه بهشون آموزش بده. یکی اینکه متمرکز بکنید نیروهاتون رو علیه منافع آمریکا و ناتو در افغانستان، و یکی دیگر اینکه مبارزتون، حمله هاتون علیه نیروهای داعش در افغانستان بیشتر بکنید. به گفته این مشاور 38 ساله طالبان که نخواست هویت خود را فاش کند، مذاکرات تهران و طالبان برای اعزام پیکارجو به ایران جهت دریافت آموزش از نیروهای ویژه نظامی ایران بهار 1397 آغاز شد. هنگامی که پرزیدنت ترامپ برای اعلام خروج آمریکا از برجام آماده می‌شد. به گفته این عضو ارشد طالبان، طالبان بهترین و کارآمدترین نیروهای جوان خود را در قالب گروه‌های کوچک به ایران فرستاد که با مقام‌های ارشد نظامی دیدار و به اردوگاه‌های آموزشی منتقل کنند. 13 بهمن 99 طالبان در نشست خبری در تهران اعلام کرد طبق توافق با آمریکا دولت فعلی افغانستان منحل می‌شود و حکومت همه‌شمول اسلامی در افغانستان تشکیل خواهد شد. منظورم این است که قراری که در دیدار آقای پومپو وزیر خارجه دولت ترامپ با اگر اشتباه نکنم ملا برادر در واشنگتن گذاشته شد، همینی بود که و بعد خب اجرا شد، خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و ادامه‌ش هم رسید به دوره آقای بایدن. و
یعنی بعضیا میگن دولت ترامپ تصمیم گرفت، دولت بایدن تصمیم گرفت. نه، این تصمیم بود که هر دو دولت آمریکا در واقع تاییدش کردن و دنبال کردن. خب بذاریم بریم خدمت مهمان محترم برنامه تا بعد ببینیم چی میشه. در خدمت آقای مختار وفایی هستیم، روزنامه‌نگار افغانستانی مقیم سوئد. آقای وفایی دو سه سالی که از افغانستان خارج شدن، قبلا در افغانستان با روزنامه هشت صبح و روزنامه جامعه باز کار میکردند، برای دویچه وله آلمان و چند رسانه محلی مینوشتند. کتابی از ایشون به زبان سوئدی منتشر شده با عنوان این خون نشانی از خشم خداست که سرگذشت آقای مختار وفایی است از کار در ایران و حبس شدن در اردوگاه سفید سنگ در نوجوانی 14-15 سالشون بود اون موقع. آقای وفایی سال 1395 که خبرنگار روزنامه هشت صبح بودن در افغانستان، یعنی برگشتن از ایران باز با افغانستان، عنوان خبرنگار سال افغانستان رو گرفتن به دلیل انتشار گزارش‌هاشون درباره سوء استفاده مقام‌های ارشد دولتی از امکانات دولت برای استفاده شخصی. خوش آمدید آقای وفایی عزیز به امشب صفحه آخر. من از رهبران طالبان در دوره حکومتشون و حتی در این دوره مبارزه‌شون برای قبضه مجدد قدرت چیزی نگفتم در گزارش. نخستین پرسش همین است که برای اینکه بشناسیم بیشتر اینا رو، که آیا کسانی هستند که امروز همچنان در رهبری طالبان باشند و در سال 1375 تا 1380 هم در حکومت طالبان بر افغانستان حضور داشته بوده اند؟ با درود احترام به شما آقای فلانتی و دوستان شنونده و بیننده، دقیقا شورای رهبری طالبان را که امروز تا قبل از امروز به نام شورای کویته مشهور بود و فعلا یک تعدادش هم در کابل آمده، یک تعداد در قندهار و ایده دیگه هم در دوحه و در هنوز بخشای دیگه از پاکستان مستقر هستند. یعنی نقشای کلیدی را فعلا در گروه طالبان کسانی به عهده داره که همرزم و همگام ملا عمر بود و در واقع از اساس گذاران و بنیانگذاران گروه طالبان است و از افراد مورد اعتماد ملا عمر در تأسیس گروه طالبان بود. همین ملا برادر که فعلا در واقع رهبری هیئت سیاسی طالبان را به عهده دارند، عباس استانکزی که معاونت رهبر سیاسی گروه سیاسی طالبان را به عهده دارند، مولوی حنفی که از آدرس ازبک ها در هیئت رهبری طالبان هست و سهیل شاهین، همینطور تا افراد دیگه ای گروه که در سطح رهبری گروه طالبان هست و ملا هبت الله که فعلا در واقع رهبری طالبان را به عهده دارد. اینا از آدمایی است که در واقع افراد مورد اعتماد ملا عمر در تاسیس گروه طالبان و در رهبری گروه طالبان در سال 1995 بود. یعنی اینها دقیقاً همون کسانی هستند که جنایت‌ها در دوره پنج ساله حکومتشون رو بر افغانستان انجام دادن. حالا اصلا کاری نداریم به انفجارها، بمب‌گذاری‌ها، دختر بچه کشتن‌ها، مدرسه‌ای کشتن‌ها، اینا رو کاری نداریم در این 20 سال گذشته، ولی یعنی اینا دقیقا همون کسایی هستن که در پنج سال حکومت مرتکب نسل‌کشی از هزارها شدن، مرتکب جنایت های دیگر، مرتکب، درست عرض میکنم؟ دقیقا افراد را که من نام بردم و افراد را که شما در سفرهای خارجی میبینین از آدرس طالبان سفر میکنن و کسان را که شما فعلا در رسانه ها میبینین از آدرس طالبان به عنوان رهبر، معاون و مسئولین رده اول صحبت میکنن، کسانی هستن که در رژیم طالبان مسئولیت های همچون وزارت خارجه، وزارت عدلیه، وزارت حج و اوقاف، بقیه اراکین بلند حکومت تحت حاکمیت تحت رهبری ملا عمر بودن و از افراد مورد اعتماد ملا عمر هم بودن و هنوز هم یکی از دلایلی که اینا در ردی رهبری طالبان حضور داره امو اعتماد ملا عمر و اینا است و نزدیکی که به ملا عمر داشتن در زمان حاکمیتشن. آقای وفایی، آیا میشود به طور خلاصه جنایت هایی که طالبان در پنج سال حکومتشون در افغانستان کردن رو تیتروار خلاصه بگیم؟
خب چیزایی که خیلی برجسته است در جریان حاکمیت 5 ساله طالبان، البته در برخی از قسمت‌های افغانستان حاکمیتشان 3 سال دوام کرد، چون در اون مثلا مزار شریف 1 سال بعد از اینکه کابل تصرف کردن گرفتن. قتل عام در مزار شریف در سال 1371 خورشیدی، قتل عام در بامیان، کشتار در قسمت‌های از شمالی، آتش زدن و در واقع ویران کردن سرزمین‌های مردم شمالی، آتش زدن باغ‌ها و سرزمین‌ها و کشتارها و ترورهای هدفمند در جریان حکومتشان، از جمله جنایاتی است که سازمان‌های مدافع حقوق بشری هم اینا رو مستندسازی کرده و در موردشان صحبت کرده و اسناد کافی در موردش وجود داره، ولی متأسفانه دادخواهی درستی در زمینه صورت نگرفته و ما امیدوار هستیم بعد از اینکه حکومت طالبان در روزهای آینده، در ماهای آینده در افغانستان تشکیل میشن و افرادی که در روز زمان در صحنه های جنایت حضور داشته مورد بازپرس قرار بگیره و با عجله و با سرعت توسط کشورهای جهان به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نشود و از طرف دیگه مدافعین حقوق بشر افغانستان و روزنامه‌نگاران و گروه های بیداری که تلاش میکنن برای دادخواهی مراجعه کنن به اسناد و به جنایات او دوره و بپرسن که چگونه انجام شد و چرا باید اینا دوباره در رأس یک دولت قرار بگیرن و چگونه باید مورد بازپرس قرار بگیرن. آقای وفایی عزیز، افزون بر آنچه که شما فرمودید، دو نکته مهم دیگر هم بود. یکی به طور کلی بسته بودن کامل رسانه‌ها و تنها رسانه‌های رسمی خود طالبان بودند، و دیگری 3 تا چیز در واقع، و دوم مسئله هنرها و پیکر سازی و موسیقی و اون از بین بردن مجسمه‌های، بله، بزرگترین مجسمه های بودا در بامیان، و مسئله زنان از همه مهمتر که جلوی اولا مرد، حتما باید مرد محرم همراهش باشه وقتی که میره بیرون زن از خانه، و دوم اینکه اصلا آموزش دختران در ببینید، آموزش دختران رو یکی از مسائل بسیار مهمی است که همین امروز مطرح میشود. طالبان در گفته‌هاشون اشاره‌هایی کردند که خب آزادن همه، لکن در چارچوب اسلام و چگونگی آزادی، معیار و محدوده آزادی زنان رو شورای رهبری طالبان اندازه خواهد گرفت و شاید هم اندازه گرفته و اعلام خواهد کرد. اصولاً فکر می‌کنید که طالبان اجازه و مدرسه رفتن دختر رو میدن، سر کار رفتن و زنان رو میدن؟ اینو مختصر بفرمایید تا من بعد سوالای دیگر رو کنم. چشم، من در مورد سوال قبلی فقط در بود کشتارهای انسانی صحبت کردم که طالبان در دوران حاکمیتشان دست به چه کشتارهایی زدن. در ابعاد میراث فرهنگی، در ابعاد مسائل آموزشی و معارف و اینا انتقادات و جرایم زیادی در زمان صورت گرفت، از جمله همه مکاتب و مدارس برای دختران مسدود بود. بودای بامیان که از میراث‌های بسیار ارزشمند و تاریخی افغانستان بود به راکت بسته شد. آثار ملی افغانستان به غارت رفت، ثروت ملی افغانستان به غارت رفت، شهرها و ویران شد، آثار تاریخی که در شهرها موجود بود قاچاق شد، فروخته شد به قاچاقبران بین المللی و به موارد دیگه‌ای که میشه صحبت کنیم. و در مورد معارف و باز یا بسته بودن مکاتب و مدارس برای دختران، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان که پس از 20 سال در مقابل رسانه‌ها ظاهر شد، وعده سپرد که مدارس و مکاتب برای دختران باز است و ما محدودیتی در این زمینه نداریم، مگر اینکه همه این موارد بر اساس تعریف طالبان از شریعت باشه. یعنی ما اندازه‌گیری را که طالبان برای زنان باید به اجرا بگذاره، باید او در مکاتب و در محلات کار در نظر گرفته شود. چیزی که فعلا مردم را نگران ساخته، ترسی که مردم داره این است که همو اندازه‌گیری طالبان، همو چارچوب طالبان برای زنان چی است، او باید تعریف شود. و سخنگوی طالبانی را واگذار کرده به شورای رهبری طالبان تا تصمیمی دقیق و تصمیمی عمومی که همه شمول باشه در سراسر افغانستان تطبیق شود.
گرفته شود. ولی تا اونوز چیزی را که من میدانم، تا اونوز چیزی را که من در امی روزا با منابع در ولایات و در شهرهای مختلف افغانستان صحبت میکنم، خیلی متفاوت از چیزی از سخنگوی طالبان در رسانه ها ادعا میکنم. مثلا در قندهار، در هلمند، در خوست، در جلال آباد، در جاهای عمدتاً پشتون میشین، نه دانشگاه ها برای دخترها باز شده و نه مکاتب و مدارس برای دخترها باز شده، ولی در جاهای مثل کابل، مزار شریف، تخار و قسمت های دیگه از افغانستان صرف وعده داده شده که مکاتب برای دخترها باز است و در برخی مناطق هم باز شده و دخترها به مکتب میرن. ولی همه متفاوت است و بستگی داره به طرز دید و نگاه فرماندهی محلی طالبان. یعنی یک دیدگاه و یک فتوای عمومی تا هنوز وجود نداره و هر فرمانده محلی طالبان بر اساس ایده و طرز فکر خودش در مورد منطقه تحت حاکمیتش تصمیم میگیره. این آیا فکر میکنید که بله مثلا چی بگین؟ بله. مثلا در برخی از مناطق فرماندهان طالب اجازه داده که دختران تا کلاس سوم به مدرسه و مکتب اجازه دارن بروند و در بعضی مناطق اجازه داده که تا کلاس دوازدهم به مکتب برن. در برخی مناطق اجازه داده شده که تا صنف نهم به مکتب برن. یعنی حتی در برخی مناطق کلا گفته مجاز نیست حضور دختران در مکاتب، خلاف شریعت است. یعنی یک فتوا یا یک دیدگاه و یا یک دستور عمومی وجود نداره و به شبیه یک سرزمین ملک الطوایفی هر فرمانده محلی طالبان بر اساس این دستوراتی که میفرمایید آقای وفایی در همین این دستورایی که میفرمایید که دادن طالبان که به قول شما ملک الطوایفی است، در همین دو هفته گذشته دیگه این اتفاق افتاد. دقیقاً. خب یعنی اینکه شهرها، بله، یعنی اینکه بعد از استقرار حکومتشون اینها قطعاً یک پارچه خواهند کرد هر کاری بخوان بکنن و دیگه به این صورت ملوک و طوایفی نخواهد بود که هر فرماندهی در هر جایی که خودش تشخیص بده که چجوری دخترها درس بخونن یا نخونن و اینها، اینجوری دیگه نخواهد بود. درست عرض میکنم؟ خب بهیره به صورت قطعی نمیشه گفت، به دلیل اینکه مثلا دیروز ذبیح الله مجاهد بعد از اینکه عفو عمومی اعلان شد توسط طالبان به مردم وعده داد که هیچ مقام و کارمند پیشین حکومت مورد بازخواست و بازپرس و شکنجه قرار نمیگیره. ولی ما و بقیه خبرنگاران ده ها شکایت و ده ها مستند دریافت کردیم که جنگجوهای طالب در هر کوچه و پس کوچه به میل خودش وارد خانه مردم میشه، افراد را تلاشی میکنه و با وجودی که مردم نشان میده فرمان عفو عمومی طالبان که خوب این در رهبری شما این فرمان را صادر کرده، ولی کسی خیالش به او نیست که رهبری چی دستور داده. یعنی یه چیزی اینا میان جلوی دوربین میگن ولی عملا در عمل در واقع کار دیگر میکنن. اونم درباره چنین بوده. دقیقاً جان، تا اکنون چنین بوده. اگر در آینده بتانن همه فرماندهان و جنگجویانشان را تحت یک فرمان واحد بسازن، توقعی است که خیلی زیاد است از گروه شورشی مثل طالب که در واقع باندهای تبهکار هم به اینا پیوسته برای جهاد، افراد فراری از زندان‌های حکومت افغانستان هم به اینها ملحق شده برای جهاد و افراد متواری از قوانین و محابس هم که آزاد شده به اینها پیوسته. یعنی در واقع یک گروه متشکل از افراد عجیب غریبی است که در واقع اینها در هیچ برهه‌ای از زمان تحت یک فرماندهی واحد نبوده. دشوار است که همه جنگجویان طالبان تحت یک فرمان عمل بکنن و وابسته به من به همین دلیل عرض کردم، به همین دلیل ازتون پرسیدم که چه تعداد از رهبران فعلیشون در 20 سال پیش هم حاکم بودند که به هر حال این تشتت چندگانگی در درون بدنه طالبان رو یک رهبر، یک اون رهبری شورایی که دارن، یک رهبری به هر حال یک پارچه باید انجام. درسته که در همون رهبریشون هم اختلافهای همیشه بوده است، ولی به هر حال این رهبری یک پارچه است که به مثابه یک حکومت عمل خواهد کرد. ببینید، من در مورد داعش می‌خواستم ازتون بپرسم و بعد بپردازم به روابط ایران و طالبان. درباره داعش، جمهوری اسلامی یکی از خواسته‌هاش اینجوری که بعضی نشریات نوشتند از قول خود مسئولان طالبان این بوده است که خب یکی از خواسته‌هاش مبارزه علیه آمریکا و ناتو و یکی دیگه از خواسته‌هاش هم مبارزه علیه داعش در افغانستان. یعنی در واقع اینها از طرف جمهوری اسلامی جنگ نیابتی بکنن هم با آمریکا هم با داعش.
اصولا تفاوت طالبان با داعش چیه آقای وفایی، و آیا داعش در افغانستان این خطر رو دارد برای مثلا طالبان یا برای جمهوری اسلامی؟ یعنی اینقدر نیرومند هست که یکی از مراکز مبارزه مثلا جمهوری اسلامی با داعش مثلا باشه تو افغانستان، به هر حال چقدر فرق میکنه اینا با طالبان مگه؟ بر اساس تعریفایی که خود طالبان از گروهشون نگاه میکنه این است که ما یک گروه اسلامگرا و یک گروه اعتدالگرا هستیم در زمینه برقراری حکومت، و در این اواخر اصطلاحات همشمول و همگرا را هم در بیانیه هایشان اضافه کرده. یعنی ادعایشان این است که ما تنها در افغانستان میخواهیم یک حاکمیت اسلامی مورد نظر خود را ایجاد بکنیم و کاری با کشورهای دیگه جهان نداریم و کاری هم به این نداریم که ما جهاد خود را صادر بکنیم به کشورهای دیگه و شریعت را برقرار کنیم در سرزمین های دیگه. ولی داعش واضح است که ادعایشان ادعای سرزمینی نیست، فراجهانی است، در واقع برون مرزی است. اونا ادعایشان این است که ما خلافت اسلامی را در به هر جایی که بخوایم باید برقرار کنیم، ولی طالبان میگه ما تنها در مرزهای افغانستان محدود هستیم، ما کشور خود را میخواییم کشور اسلامی بسازیم، یک حاکمیت اسلامی داشته باشیم و کاری به دیگران نداریم. یکی در این زمینه اینا تفاوت دارن، و تفاوت دیگه ایشان هست که طالبان پیرو دیدگاه حنفی است، ولی داعش یک قدم جلوتر بیشتر 100% وابسته به دیدگاه وهابیت و سلفی گرایی است. به این دلیل هم افرادی که در درون گروه طالبان دیدگاه سلفیستی و وهابیت دارند در سالهای اخیر با داعش ملحق شدند، چون مرام خود را آینده خود را در برنامه طالبان نمیدید. مثلا همی حافظ سعید که ولایت خراسان داعش را در افغانستان تأسیس کرد از افراد پیشین طالبان بود، طالبان پاکستان که با طالبان افغان هم همکاری داشت، یا مثلا ملا نعمت الله که در شمال افغانستان در سال 2017 داعش را تأسیس کرد و در ظرف 6 ماه تانست که حدود 500 جنگجو را جذب بکنه، ازبک بود، ازبک تبار بود در ولسوالی قشتبه ولایت جوزان، این از فرماندهان ارشد طالبان بود، ولی بر اساس دیدگاه هایش که وابسته به جریان های سلفی و وهابیزم بود نتونست با طالبان کنار بیاید، بالاخره شبکه داعش رو تأسیس کرد. آنچه که جمهوری اسلامی از این لحاظ داره با هم از لحاظ فکری، آنچه که بنابراین اینجوری نتیجه میتوان گرفت، لااقل من این نتیجه رو میگیرم که آنچه که برای جمهوری اسلامی خطرناکه همون ایدئولوژی به اصطلاح جهان شموله، یعنی فراسرزمینیه داعش، که جمهوری اسلامی از در واقع موجودیت خودش میترسه، در حالی که طالبان فراز از سرزمینی نیست نگاهشون به حکومت. خب ببینید، من اشاره هایی کردم به تاریخ روابط جمهوری اسلامی و طالبان، شما بفرمایید که نقش جمهوری اسلامی در دوباره به قدرت رسیدن طالبان چه بوده؟ خب طالبان پس از این که در سال 2004 یا 2005 بعد از فروپاشی دوباره خودشان را منسجم ساختن و حملات چریکیشان را بر علیه حکومت افغانستان شروع کردن، شعارشان مبارزه با تهاجم و اشغال بود و رهبری تهاجم و اشغال را هم به تعریف طالبان آمریکا به عهده داشت. پس آمریکا به عنوان دشمن درجه یک طالبان در افغانستان تعریف شد و سربازان و منصوبان آمریکایی هم به عنوان اهداف نظامی درجه یک در افغانستان تعریف شد، چیزی را که ایران هم مخالفش نیست، بالاخره به عنوان دشمن آمریکا، به عنوان دشمن ایران مطرح است در هر جایی که است و حضورش در هر جایی که باشه مخصوصا در همسایگی ایران به عنوان دشمن تلقی میشه. این دشمنی مشترک باعث شد تا ریشه ارتباط بین ایران و طالبان آغاز شود و در سالهای اخیر مستحکم شود. مثلا در سال 2017 تا 2019 تا 2020 ادعای وجود داشت که ایران برای کشتن سربازان آمریکایی به طالبان پاداش داده و همچنان روسیه برای کشتن هر سرباز آمریکایی توسط طالبان پاداش بسیار هنگفتی تعیین کرده. یکی از نمونه ها. نمونه های دیگه شورای مشهد است، شورایی که رهبران طالبان یک بخش از فرماندهان طالبان را در زاهدان تحت پوشش قرار داد. هرچند حکومت ایران هیچگاه این را تایید نکرد، ولی برخی منابع امنیتی افغانستان در اون زمان
و منابع در درون طالبانی مسئله را به رسانه‌های خارجی از جمله وال استریت جورنال تایید کرده بود و اعزام جنگجوهای طالب برای آموزش در زاهدان که در واقع از طریق مرز زمینی و تجهیز جنگجوهای طالب توسط نظامیان ایران و تسلیحات ایرانی که در ایران تولید میشه و اعزام فرستاده میشد برای جنگ در صفوف طالب در ولایت جنوب و غرب افغانستان، از جمله شواهد محکمی بود که نشان میداد حکومت ایران در پشت طالبان است به عنوان یک حامی و هدف اساسی حکومت ایران هم واضح است که ضربه زدن به آمریکایی ها از هر طریق ممکن. آقای وفایی، حالا ما درباره کمک‌های پاکستان به طالبان صحبت نمی‌کنیم چون این برنامه فرصتی هم نداریم، موضوع برنامه‌مون هم نیست. من فقط اینو خدمت بینندگان عزیز عرض کردم، وگرنه نقش پاکستان در شکل گیری اون منظور من ایران بود. بله بله، نقش پاکستان در نه منظورم درباره ایران، نقش پاکستان که از هر من شمس است. ببینید، یکی از مسائل مربوط به افغانستان و مشخصاً طالبان، مرزهای مشترک افغانستان با ایران، مسئله قاچاق مواد مخدر، تریاک، اینها که ایران رو تبدیل کرده اصلا به ترانزیت اروپا. تو خبرها میخوندم که سخنگوی طالبان گفته ما به دنیا تضمین میدیم که جلوی کشت قشقاش و انتقال محموله های مواد مخدر رو بگیریم. این اصلا ممکنه و اینو چگونه، این موضوع مهمه در واقع اقتصاد طالبان رو و مناسبات رو با ایران چگونه میبینید؟ بر اساس دریافت های سیگر، سازمان تحقیقی که از طرف ایالات متحده در افغانستان کار میکرد، 60% درآمد طالبان و 60% هزینه طالبان از طریق کشت، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر تامین میشن. عاید سالانه طالبان تا سال 2020 از طریق مواد مخدر سالانه 400 میلیون دلار بود و چیزی که گروه طالبان را به عنوان یک گروه شبه نظامی مقتدر در افغانستان بالا آورد، عاید هنگفتشان از طریق مواد مخدر بود. در زمان حاکمیت گروه طالبان تحت حاکمیت ملا عمر در افغانستان از سال 1996 تا 2001 کشت، خرید فروش و قاچاق مواد مخدر شرعاً مجاز بود. علناً در رسانه ها خوب میگفتن که ما این را ممنوع میکنیم، علیش مبارزه میکنیم، ولی علناً تشویق میشد دهقان‌ها به کشت مواد مخدر و قاچاقباران تحت پوشش گروه طالبان در مرزهای افغانستان. یک دقیقه وقت داریم آقای وفایی، یک دقیقه وقت داریم، مربوط به ایرانش رو جمع‌بندی کنید، خواهش میکنم که مطلب. خب ایران هم یک از کشورهایی است که بیشترین سرحد مرزی را با افغانستان داره و واضح است که یکی از مسیرهای تردد هیروئین و مواد مخدر از افغانستان به ترکیه و سپس به اروپا ایران هست و در سالهای اخیر منابع در رسانه ها از آدرس حکومت ایران و از آدرس طالبان این را تایید کرده بودند که محموله های مواد مخدر در هماهنگی با فرماندهان و قاچاقبران وابسته به طالبان و فرماندهان نظامی ایران تردد میکنه به ترکیه و سپس محموله ها به سرزمین های اروپایی ارسال میشه. خب یک کلمه سخنگوی طالبان، یک کلمه وقت چون نداریم، یک کلمه، بنابراین حرف سخنگوی طالبان باز حقبازی و دروغه؟ من فکر میکنم که دشوار است که اعتماد کنیم به سخنگوی طالبان در این مورد. درود بر شما آقای مختار وفایی، روزنامه‌نگار در سوئد که در خدمتتون بودیم. خیلی ممنون. بریم پرده آخر. این که شنیدی امیرالمومنین سنگ رو طلا میکنه، زمین شورزار رو میکنه جنگل، اشاره می کند دریا رو، فرمود بخوام همش رو بکنم بر شما عسل، میتونم جنگل رو، حضرت اشاره کرد پر درخت بود. راوی گفت آقا لشکر نداریم، دشمن جلومونه. حضرت فرمودن برای علی که کاری نداره، به درختا فرمود سربازای من بشید. راوی میگه به خدا تمام این درختایی که ما همیشه میدیدیم همشون شدن آدم، اسلحه رو شونه رفتن سمت امیرالمومنین که اطاعت. شب و روزگار خوش.